پرچم من سفید و سبز و قرمز با طرح شیر و خورشید روی کل ارزش همیشه بر فراز سرزمین شاه کاویانی بنفش و سرخ و زردش نقش آریایی کهن پرچم عرش کبریایی کوروش شاه هخامنشی شاه ایران زمین از جانب من و از جانب ملت من بر تو درود باد احترام خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و نازنینم و درود خاص خدمت بانو مریم شریعت مداری عزیز و نازنین و بزرگوار و سپاس از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید تا امشب در خدمتون باشیم. پیش از هر سوال یا پرسشی اگر درودی دارید خدمت هموطنان عزیز عرض کنید در خدمتون هستم، بعد بریم به سراغ پرسش. درود به شما آریا جان و همچنین هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن و دارن این برنامه رو تماشا میکنن. ممنون از دعوتتون. بنده باشید. خب بانو شریعت مداری عزیز، شما برای تمام کسانی که فضای سیاسی ایران رو رصد کردن فرد شناخته شده هستید، احتیاج به معرفی شما نیست، اما به رسم اون چیزی که در رسوم برنامه های ما تا حالا انجام گرفته، لطف کنید یک بیوگرافی مختصر سیاسی و اجتماعی درباره خودتون مطرح کنید. بانو مریم شریعت مداری کیستن؟ چه فعالیت های انجام دادن؟ و چه مواضع سیاسی دارن؟ و هر طوری که صلاح میدونید این بحث بیوگرافی رو انجام بدید تا من برم سراغ خودت شاید. خب اکثر کسایی که منو میشناسن تو جامعه به اسم دختران خیابان انقلاب میشناسن، کسانی که سال 96 تو خیابان انقلاب روی سکو رفتن و روسریشون رو به نشانه اعتراض در آوردن و به قانون حجاب اجباری اعتراض کردن. خب این اولین بازداشت من نبودش، ولی زمانی بود که من رسانه‌ای شدم و اسم من خیلی مطرح شد. ولی خب من قبل از اونم بازداشت شده بودم، بعد از اون هم دوباره بازداشت داشتم برای فراخوانی که داده بودن برای مومیای رضا شاه توی شهر ری تجمع کرده بودیم. خب بعضی از مسائل کمتر رو رسانه مطرح میشن و مانوف داده میشه، واسه همین این زیاد روش مانوف داده نشد. گفتید در مورد گرایش سیاسی، البته من همون زمان که ایران هم بودم در این باره صحبت کردم. من فعال سیاسی مشروطه خواه یا پادشاهی خواه، هر کدوم که دوست دارم، چون بعضی دوست دارم با مشروطه خواه صدا کنم، بعضی پادشاهی خواه هستم. و خب
میتونم بگم جدی و با اسم و عنوان خودم دارم از همون سال 96 که برای حجاب دستگیر شدم فعالیت میکنم. شما بزرگوار از حلقه اصلی، یعنی در واقع جز اون نفرات اولی بودید که در ماجرای موسوم به دختران خیابان انقلاب مطرح شد. اون زمانی که بحث این بود که روسری‌ها رو بر سر یک چوب میگذاشتن یا بلند میکردن و یک حقیقت رو بهتون بگم، بعد از یه مدتی یک جریانی خاص به اصطلاح اومد و روی این قضیه سوار شد و با یک گرایش خاصی اینها عنوان شدن. در رسانه های جریان اصلی بزرگ هم هر وقت صحبت از دختران خیابان انقلاب میشه، اون افراد با اون گرایش ها میرن بولد میشن، مطرح میشن. و جالبه که شما مشروط خواهی بودید که بین این دختران در این ماجرا قرار داشتید، یه جورایی شما در رسانه‌های بزرگ کمرنگ شد. واقعیت چیزی که من دارم می‌بینم و یا یه مقداری دقیه بیش از حد دارن پررنگ میشن و در این انقلابی که اسمش به اصطلاح تا حد زیادی گره خورده با حقوق زنان، حتی برخی ها انقلاب زنانه مطرحش میکنند، یا اینها جالبه که از شما به عنوان حلقه اولیه دختران انقلاب کمتر دعوت میشه، کمتر نقش شما پررنگ جلوه داده میشه. و من احساس میکنم که دلیل این قضیه به خاطر گرایش پادشاهی خواه بودن شماست، ملی گرا بودن شماست. نظری در مورد این مسائل دارید؟ اگر اجازه بدید من یک کم برگردم عقب‌تر، یعنی قبل از زمان جنبش دختران خیابان انقلاب، برگردم به همون سال 57، اولین 8 مارچ. اعتراض به حجاب اجباری چیز جدیدی نیستش. به محض ورود خمینی و اینکه مردم متوجه شدن، چه کسایی که بازی خورده بودن و دنبالش رفته بودن، چه کسایی که خب نمیگم بی تفاوت بودن ولی مقابله نکردن باهاش، متوجه شدن که چه وضعیت عجیب و بدی داره پیش میاد و شروع کردن با قوانینی که خمینی داره کم کم و نرم نرم وضع میکنه مقابله کردن. همون اولی 8 مارس زنان رفتن تظاهرات و نسبت به قانون حجاب اجباری که داشت کم کم وضع میشد اعتراض کردن. و یک چیز غم انگیز این وسط وجود داره، روشنفکران اون زمان، کسایی که تو انقلاب 57 دست داشتن، خانم ها، به جای حمایت از این بانوان که فعال سیاسی نبودن، زنان معمولی جامعه بودن، و به جایی که حمایت کنن ازشون، بهشون گفتن حجاب که مسئله خاصی نیستش، برگردید خونه، حالا یه تیکه پارچه است باهاش کنار میایم. و اولین سرکوب رو با عنوان اینکه مسئله مهمی نیست انجام دادن. و ما دیدیم که در طول این 43 سال سرکوب به شکل‌های مختلف انجام میشه، بزرگ و کوچیک، و خیلی از به اصطلاح روشن فکر را میگن فعلا زمانش نیست، مسائل مهمتری داریم، بذارید کارهای دیگه انجام بدیم. اینو خواستم بگم که اعتراض به حجاب چیز جدیدی نیستش، در تمام این سالها وجود داشته و تمام زنان ایران، حتی زنانی که خودشون باور به حجاب اجباری دارن، به حجاب اجباری باوری ندارن، یعنی پذیرفتن که هر کس میتونه انتخاب خودشو داشته باشه، فقط یه عده معدودی هستن که اصرار دارن حجاب باید اجباری باشه و این عده قلیل ارتباط مستقیمی با حکومت دارن، چون فقط حکومتی که از این قانون نفع میبره. ولی خب حالا برگردیم به زمان خودم که اوج گرفته بود. بیدا موحد اولین دختری بود که به این شکل اعتراض خودش رو عیان تو خیابون انقلاب نشون داد. جنبش دختران خیابان انقلاب یک کمپین نبودش. یه تفاوتی وجود داره بین جنبش و کمپین. کمپین ها هدف دارن، پایه‌گذاری میشه، هدایت میشن. جنبش های تفاوت کوچیکی دارن،
خیلی برنده هستن و تیز جلو میرن و یک توسط گروه خاصی مدیریت نمیشن. اما وقتی که بیان صحبت کنن با اعضای جنبش، ببینیم ته ذهن و دلشون یک هدف مشترک دارن. دختران خیابان انقلاب هم به همین صورت بودن. من بعدها که با هر کدومشون صحبت کردم، ما چه بچه اشتراکاتی با همدیگه داشتیم و هیچ کدوم خبر نداشتیم، هر کدوم از یک گوشه. اینکه ما تقریبا همه به یک مکان رفتیم، یه جای پابلیک رفتیم، همه تنها رفتیم، تنها از این جهت که اهمیتی نداشت کسی رو ببریم که فیلم بگیره از همون، چون هدف ما پخش فیلم و فرستادنش تو مدیان نیستش. یه پرانتز اینجا باز میکنم در مورد حجاب. وقتی ما به حجاب اعتراض میکنیم، چند چیز رو جامعه هدف قرار میگیریم. یه عده مدیا رو هدف قرار میگیرن، چه ایرانی چه خارج از کشور، که بگن مردم ایران حجاب نمیخوان. یه عده خود مردم رو هدف قرار میدن که بهشون نشون بدن که باید اعتراض بکنیم اگر نمیخوایم. و یه عده دیگه هم نیروی سرکوبگر رو مورد هدف قرار دادن. جنبش دختران خیابان انقلاب هدفشون مدیا ها نبود، چون هیچ کدومشون شخصی رو به دنبال خودشون نبرده بودن که فیلم یا عکس بگیره. و من اینو با تک تکشون صحبت کردم، هدف مردم بودن و پلیس و نیروی سرکوبگر. شما ببینید ما میستادیم، حتی شده یک ساعت بیشتر تا پلیس بیاد و ببینه ما رو و ما رو دستگیر کنه. نه که ما از دستگیر شدن راضی باشیم، یعنی که شما حتی اگه بیاید ما رو دستگیر کنیم، ما فرار نمی کنیم. ما نیومدیم که فرار کنیم، ما آمدیم بگیم که این قانون رو نمی خواهیم و با شما مقابله می کنیم. و تمام مردمی که از اونجا رد می شدن، چرا خیابون انقلاب؟ به خاطر اینکه خیابون انقلاب یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌ها بود و از همه قشری جا وجود دارن و همه میبینن، یه قشر خاصی نیستن که اعتراض و حرکت تو رو ببینن. این یه چکیده ای از جنبش بود، جنبش که به اسم دختران خیابان انقلاب معروف شده و بیدان موحد با حرکت زیبای خودش شروع کنندش بود. ادامه پیدا کرد. نفر دوم نرگس حسینی بود، اعظم جنگلوی. این اشخاص رو نام میبرن به خاطر که دقیقا تو اون مکان بودن، در صورتی که همه کشور شروع کردن این حرکت رو تکرار کردن. خب حالا کسی که در تهران یا در اون مکان نبود و دسترسی نداشت، توی شهر خودش این کار کرد. و چون بهتون گفتم هدف مدیا نبود که کسی با خودشون ببرن که فیلم بگیره، رسانه‌ای نشدن و حتی نامی ازشون نبود. ولی مهم این حرکت برنده در اون برهه بود که یک ترس، دیوار ترس رو فرو ریخته شد برای یه عده خیلی زیادی. و خب بعد از اونم میبینید که ادامه پیدا کرد. حتی تو اعتراضات اخیر، اعتراض به قتل کشته شدن مهسا امینی، با اینکه هدف کل نظام بود، اما زنان روسریاشون رو در میارن و تکونم میدن، همزمان با اینکه میگن جمهوری اسلامی نمیخوام یا مرگ بر دیکتاتور. یعنی این روسری رو به عنوان نماد سرکوب میبینن و در این حالی که کل نظام رو نفی میکنن، این نماد سرکوب رو همچنان تکان میدن و میگن ما سرکوبگر نمیخوایم. درسته. نظر عقیدتون چیه درباره این بحث که عنوان کردم که سعی شده، آیا شما اینو قبول دارید؟ سعی شده که این حرکت به یک شکل خاصی مصادره بشه و وقتی فردی ملی باشه، پادشاهی خواه باشه، نقشش کمرنگ میشه. اینو قبول دارید؟ چنین چیزی وجود داره؟ نه فقط در مسئله حجاب، در همه مسائل. اعتراض صنفی، معلمان. اگر معلمی گرایش شده پادشاهی خواهانه داشته باشه و اعتراض کنه، اون هم بایکوت میشه. نه فقط پادشاهی خواهانه، بهتر بگم ملی گرا باشه. این همه جا وجود داره. رسانه ها نمیدونم با یه سیاست های خاصی پیش میرن و تا جایی که میشه افراد ملی گرا رو عقب میذارن.
شاید به خاطر یه اجماع جهانیه که نمیخواد گروه های ملیگره در ایران قدرت داشته باشن و طبعا رسانه های فارسی زبان هم به تبعیت از اونا این کار را ادامه میدن تا جایی که باشه. من حرف شما رو قبول دارم. بله این موضوع که ملیگره ها بایکوت میشن واقعیت داره. من یه مصاحبه با یکی از شبکه ها داشتم. شما میبینید من عکس آریا مهر پشت سرم دارم. مصاحبه شروع شد. در کمتر از یک دقیقه منو قطع کردن به بهانه اینکه ما صدای شما رو نداریم. در صورتی که نه رسانه جریان اصلی بزرگ بود. درسته؟ بله بله. در صورتی که نه من گفتن تذکر دادن که صدا نداریم که یه لحظه من چک بکنم. قبلش هم همه چی آماده بود و این خیلی چیز عجیب بود که حساسیت داشتن به خاطر یه عکس که نشون میده من چه گرایش سیاسی دارم منو قطع کردن. من حرف شما رو کامل تاکید میکنم که نمیگم 100%، هنوزم هستن خبرنگارای گزارشگرایی که پایبندن به ملی گرایی، ولی اکثر جریانا به سمت بایکوت این افراد پیش میره. بله اون بحث انفرادی برخی از افراد و خبرنگارا رو منم قبول دارم، هستن در تمام رسانه ها بدون استثنا افرادی که شخصا داره، ولی مسئله اصلی مسئله اون سیاست اصلی اون رسانه هاست که ما داریم بایکوت رو درش میبینیم. بزرگوار، من قبل از اینکه برسم به سوال های خیلی مهم برنامه که مربوط به 17 دی هم بیشه که در راه هست، یه مسئله رو اشاره کردی در خصوص تصویر شاهنشاه آریامهر. من خودم تصویر شاهنشاه آریامهر اگر هر گفتگوی هر جایی بخوام انجام بدم سعی میکنم پشت سرم باشه میشه و یک نظر خاصی دارم که حتما این تصویر شخص محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریامهر باشه، با وجود نهایت علاقه که همه ما به کل خاندان ایرانساز پهلوی داریم. من یه دیدی در این خصوص دارم و با اجازتون نظر خودم رو عرض میکنم، بعد میخوام نظر شما رو هم بدونم که چرا آریامهر. ببینید من اعتقاد دارم یه چند تا مسئله است در این مورد. یکی این که اعلیحضرت رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین بودند. اصلا اگر ایشون نبودند اون سرزمین هرگز دیگه به ایرانی که وارد جهان متمدن شده اصلا ورود نمی کرد. کسی که زیرساخت‌های اولیه رو ساخت. منتها چند تا ماجرا هست این وسط. یکی این که تا حد زیادی رضا شاه بزرگ رو مردم شناخت، خیلی ها روش کار کردن، خیلی مانورها روش داده شد، خیلی صحبت ها مطرح شد و سعی کردن که حقایق اعمال رضا شاه بزرگ رو به مردم معرفی کنن. چنین اتفاقی در خصوص شاهنشاه آریامهر نیفتاد. یکی این و واقعا من بگم به عقیده من با توجه به پیچیدگی های وحشتناک جهان در دوران شاهنشاه آریامهر، جنگ سرد، اون اشغال ایران در اوایلش، اینکه جامعه به یک درجه رسیده بود که نمیشد صرفاً از بالا به صورتی که زمان رضا شاه بزرگ پیش رفتن جامعه رو هدایت کرد به سمت تمدن و بسیاری مسائل دیگه، من واقعا کاری رو که شاهنشاه آریامهر در طی 1120 تا 57 انجام دادن بی نظیر میدونم در تاریخ پسا اسلام ایران، با نهایت علاقه و احترامم به رضا شاه بزرگ که اصلا اگه ایشان نبودن ایران نبود و خیلی این قضیه جای کار داره، خیلی باید بحث شه. شاهنشاه آریامهر کار بسیار بزرگی کردن ولی هنوز این قضیه مخفوله به نظر من. تا یه حدی میخواستم نظر شما رو بدونم چرا آریامهر. دقیقا به نکاتی درستی اشاره کرده، یعنی نکاتی که منم بهش باور دارم. خب این که ما یه علاقه خاصی به آریامهر داریم جای خودش داره، خیلی از مردم ایران، ولی گذاشتن عکس آریامهر و همراه داشتنش وقتی به تظاهرات میرم توی جمع یه معنای خاصی داره.
همونجوری که خودتون اشاره کردید به درستی، کاری که پهلوی اول رضا شاه بزرگ انجام دادن قابل دیدن بود و برای مردم عیانه. الان میبینید چهار رضا شاه رو حدشادو میدن و مردم میبینن دانشگاهی که ساخته شد و ویرانه‌ای که از قاجار گرفته شد و بعد از رضا شاه چی بود. در مورد شاهزاده رضا پهلوی سوم، ایشون خب زنده هستن و کسی که زنده است میتونه از خودش مواضع خودش دفاع کنه، صحبت بکنه. اما در مورد آریامهر یکم وضعیت فرق میکنه. کارهایی که آریامهر برای ایران کرد با چشم معمولی قابل دیدن نبود، مثل کارهایی که رضا شاه بزرگ انجام دادن. سیاستهایی که آریامهر در جهت پیشبرد منافع ملی ایران در نظر گرفته بودن واقعا بی‌نظیر بود و متاسفانه تبلیغاتی که علیه ایشون بود در طول تاریخ بی‌سابقه بود. تمام دنیا در یک بازه زمانی، تمام دنیا، تمام قدرت‌ها شروع کردن به تبلیغ علیه آریامهر، چه در کشورهای خودشون چه برای مردم ایران. یه جور مظلومیت خاصی یک وضعیت گیر کرده بودن. من دوست ندارم واژه مظلومیت استفاده کنم. حقیقته، بهترین واژه است برای تو. مورد ظلم واقع شدن از طرف قدرت ها و مردمی که نتونستن واقعیت رو ببینن و شعار مرگ بر شاه دادن. ببینید بانو شریعت مداری، اصلا بحث جنگ بزرگ نفتی که شاهنشاه انجام دادن یه چیزیست که در تاریخ جهان ثبت شده، هنوزم خیلی ها نمیداره. و میدونید وقتی صحبت از مظلومیت میکنید، دقیقا همون زمانی که امروز در اسناد اسکوکرافت آقای اندرو اسکات کوپر در مقاله راند نهایی در دوحه دادن بیرون و مسائل مختلف جای دیگه، ما میبینیم دقیقا روزهایی که برای منافع ایران و ایرانی ایشون داشت با تمام ابرقدرت‌های جهانی به معنی خود کلمه می جنگید، در داخل ایران تمسخر میکردن، میگفتن نوکر آمریکا، نوکر، و اصلا اجزایی واقعا دردناک. Because the price that we have set for oil was one of the lowest among the prices which were studied and suggested to the OPEC organization by all the experts. You say you don't want to talk about Saudi Arabia and Sheikh Yamani. Well, nonetheless, Saudi Arabia, number one oil producer, has certainly as great a stake as you do. And yet he says, it's going to trigger depression, it's going to trigger trouble. He has been told to say that. I'm sorry to say this. By? I'm not going to mention any names. Well, by President Nixon? I'm not going to mention any names. Ask the other member of the OPEC, all those experts in the OPEC, what they think. But what kind of pressure can somebody put upon Sheikh Yamani to say it, unless his own king says say it? You just go and ask those people. Is it going to go down? Is it going to go up? Is it going to stay the same? The cost of oil... It's going to go certainly up, because unfortunately your inflation is going to go up. Is it going to go up on April 1st when... This I can't say. Well, you sit down with your OPEC brothers in the next few weeks, and you make a decision about the price of oil as of April 1st. Can you give us a horseback guess, Your Majesty? I can't tell you, really. But all will depend on many factors. One is the attitude that the so-called industrial countries of the world are adopting. Is it a hostile attitude or a cooperative attitude? You tell me, sir. Second, it's the question of your inflation. The bill that they are every day presenting us is something ridiculous, the way that you are increasing your prices. On? Everything. Every kind of commodity. For instance? Say some spare parts for a radar station. That's only one little example. And you, from that you can go for everything. Is it in retaliation for the rise? No, it's because they cannot control their economy. You sleep more soundly now? With my sleeping pills, yes.
You take sleeping pills? I seem some time now. You know, very few leaders like yourself, Your Majesty, talk with the candor with which you have talked on television. Why? Why are you willing to? First of all, I believe in what I say. Secondly, I'm not afraid of my people. It's not a political campaign. And that's because this confidence exists between me and my people. They trust in me, I trust in them. So I'm not trembling in thinking or saying what I say. You go up, we go up. You go down, we go down. But with the state of your economy and the present trend of things, I do not see it, especially that we noticed last year you had in Europe an average inflation of 14.5%, but you sold your goods to us at 35% more price. So you are not really losing by inflation. This is why I think that you are not really doing what you should to check inflation, because you are selling your goods at a greater price than your inflation. I have already answered to these questions by saying that nobody could dictate to us. پادشاه در مصاحبه بسیار مهمی گفتند من میکوشیدم به مردم ایران بگویم که شما میتوانید به کمک شخصیت خود، قدرت خود و منابع ملی خود یک ملت درجه اول در جهان باشید. اما امروز به این مردم تلقین میشود که شما ملتی فقیر و صغیر و مستضعف هستید و حق چنین بلند پروازی هایی را ندارید. برای تحقق این مطلب کارخانه ها را از کار انداختند و برنامه های عمرانی را متوقف کردند، زیرا اینها میخواهند ایران کشوری فقیر باشد تا آسانتر بتوانند بر آن حکومت کنند. ایران کشوری فقیر باشد تا آسانتر بتوانند بر آن حکومت کنند. کشوری که مردمش در عین ثروتمندی از گرسنگی بمیرند. 7 سال تمام علیه ناسیونالیسم ایران و علیه خود من با انتشار 340 نشریه و رسانه تبلیغ بسیار وسیع در سطح جهانی صورت گرفت و این عظیمترین جنگ تبلیغاتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی همه شاهدان بودند. همه مراکز خبری چپ و راست علیه من و کشورم بسیج شدند. این پیوند جهان سرمایه‌داری و جهان کمونیست مسلماً از پدیده‌های جالب عصر ماست. هزینه این همه تبلیغات، این همه روزنامه، این همه کتاب، این همه گزارش از کجا تأمین می‌شود؟ اما این را بدانند که هدف من ساختن یک ایران درجه یک بوده و در این تلاش ما نه تنها با کمونیسم داس و چکش، نه تنها با یونیون جک، منظور دستشانده انگلیسه، و نه تنها با کمونیسم تازه رسیده اسلامی، بلکه با سازمان‌ها و تشکیلات دیگری هم درگیریم که در آینده ثابت خواهد شد که ثابت شد گلوبالیسم جهانی، اون زمانی که بحثش مطرح نبود و پادشاه مظلوم ایران در تاریخ، البته برای کسانی که حقیقت تاریخ رو میدونن پاسخ تاریخ بهش مشخصه، پر افتخارترین فرد در دادگاه تاریخ شاهنشاه آریامهر، اما پادشاه مظلوم ما اون زمان تمام مسائل رو درباره رسانه‌های جریان هسته جهانی، درباره گلوبالیسم جهانی و اینها مطرح کرد. بعد از خروج از ایران آیا شما موافق شدید محمد رضا شاه پهلوی رو ببینید؟ در نیویورک موقعی که ایشون بیمارستان بودن، در اونجا واقعا دیدم که ایشون چجور داره تحلیل میره. خب بیمار بود ولی ما نمیدونستیم. این پیش خدمتش بود با یه سینی نقره‌ای و آب معدنی و قرص‌های مختلف رنگارنگ، نمیدونم اینا برای چیه. و یک انسان دلشکسته، وزنش نصف شده بود و یکی از صحبتایی که همیشه می اومد این بود که چرا مردم با ما بد شدن؟ مگه ما چیکار کردیم؟ یعنی میدونی مثل یه عاشقی که معشوقش بهش خیانت کرده باشه. نقطه ضعف شاه هم این بود، یعنی ایرانو زیادی دوست داشت.
یعنی میدین شما اینکه یکی دوستتون داشته باشه در کنترل شما نیست، میفته در کنترل اون طرف و اون طرف اون وقت میتونه به شما ضربه بزنه. همچنین در این روزها فرصت میکنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب مینویسه: برای همه کسانی که در کشورم با مرگ دست به گریبانند دعا میکنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا میکنم. برای کسانی که در سکوت رنج می‌کشند دعا می‌کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشتم، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. زمانی که اعلیحضرت در بیمارستان در نیویورک بستری بودند، جواد ظریف به همراه ایرانیانی که برای ادامه تحصیل با خرج دولت شاهنشاهی به آمریکا اعزام شده بودند، با بلندگو در مقابل بیمارستان فریاد مرگ بر شاه می‌کشید. بعدها در سخنان اولیا حضرت شنیدیم که چقدر این صداهای مرگ بر شاه در مقابل بیمارستان روح شاهنشاه را آزار می‌داد. سالها گذشت و بعد جواد ظریف برای مردم ایران قهرمان شد. من در اون زمان در ایران خودم شاهد بودم. یکی از بزرگترین استقبال‌ها در فرودگاه از شخص جواد ظریف صورت پذیرفت و مستقبلین حکومتی هم نبودند، مردمی بودند که او را امیر کبیر و غیره می‌خواندند. هموطن من، شد حتی یک بار، حتی یک بار شاهزاده رضا پهلوی یا اولیا حضرت شهبانو این مسائل را به روی ملت ایران بیاورند، کمی اندکی شرافت داشتن هم بد چیزی نیست. ما از این خاندان طلبکار نیستیم هموطنان. یک روز یک نفر در یک کامنتی نوشته بود: شاهزاده اون سر دنیا نشسته، ما داریم اینجا هزینه میدیم، چه میفهمه خانواده ها چه دردی میکشند؟ خیلی از شما به دنیا نیامده بودید روزهایی که این خاندان غرق اشک بودند را ببینید، یا مشغول هورا کشیدن برای آنها بودید که این رنج ها را به این خاندان تحمیل کردند. جرمشان چه بود؟ عشق به میهن و ایرانیان و اینکه نخواستند کشتار کنند تا خود بر مسند کشوری که اگر آنها نبودند به دروازه های تمدن نمی رسید بمانند و آواره غربت نشوند. ما از این خانواده طلبکار نیستیم هموطنان. اندکی شرافت داشتن بد نیست. جاوید با پیمان می سازیم خاک ایران، روح یزدان سایبان خاک مهربان، جاوید با عهد و پیمان می سازیم خاک ایران، روح یزدان سایبان خاک مهربان. شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من و از جانب ملت من بر تو درود باد. شاه جاوید خاک ما،
یزدان سایبان خاک مهربان. همه فرزندان این شاهنشاهی کهن 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوری. ببخشید میونه کلامتون، اگر میخواید مسئله رو کامل کنید بفرمایید، بعد من سوالات هم مطرح. نه دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. جالبه کسایی که تو انقلاب 57 دست داشتن شاه رو با عنوان این که نوکر آمریکاست وابسته از خطاب میکردن، دین رو از بین برد، حالا گروهی هستن که ادامه رو همون 57 هستن و دقیقا برعکس اینا رو میگن. شاه چرا درگیر شد؟ شاه چرا مذهبی بود؟ و این نشون میده هنوز درک نکردن که سیاست آریان مهر چی بود و برای منافع ملی و مردم ایران چه کار کردن تو اون شرایط پیچیده جهانی. و ما باید اینو بگیم، باید گوشزد کنیم. گفتنش هم آسون نیست، توضیح دادن مسائل سیاسی اونقدر آسون نیست توی عموم گفتن، ولی باید این کار رو انجام بدیم. داره پروپاگاندا شکسته میشه، همونجور که برای رضا شاه شکسته شد. رضا شاه همیشه میگفتن دیکتاتوره، ضد زنه، ولی خب امروز میبینیم که زنهای ایرانی خیلیشون از رضا شاه به بزرگی یاد میکنن و شعار رضا شاه رو حتشاد میدن و این پروپاگاند برای رضا شاه شکسته شده، ولی در مورد آریامه هنوز شکسته نشده و خیلی جا داره. و یه مسئله خیلی خیلی مهمه دیگه، هنوز ادامه داره ایده 57، ولی خب با حربای جدیدی هم وارد میشن گروهی از افراد 57. مثلا یه گروه میگن که رضا شاه خوب بود، آریامهر خوب نبود، برای همین انقلاب 57 صورت گرفت. یه گروه میگن شاهزاده خوبه، سیاستش رو قبول داریم، سیاست آریامهر اشتباه بود. وقتی من عکس آریامهر رو همیشه همراه هم میگیرم، میام کلیت 57 رو نفی میکنم. هم کسایی که امروز دارن با تمام پهلوی ها می جنگن، هم کسایی که عضو این دو گروه هن ظاهرن میگن که ما با شاهزاده اوکی هستیم، اما پیکان رو به سمت آریامهر می گیرن تا از این طریق بخوان پادشاهی خواهان رو ضعیف بکنن. و ما در دست گرفتن این عکس اعلام می کنم که تمام 57 کلیتشو نفت تمامه 57 مرگ بر شورش 57، مرگ بر شورش 57. من یه مسئله رو فقط عرض کنم، خیلی کوتاه، خیلی جالب بود. بعضی موقعا من با برخی رو که بحث میکنم صحبت میکنم، یک بار این قضیه پیش اومد که 40 دقیقه داشت با من بحث میکرد که آریامهر دیکتاتور بود، رژیمش دیکتاتوری بود. حالا اصلا من وارد اون بحث نمیشم، برنامه به یه انحرافی کشته میشه. اصلا شما مقایسه کنید نوع رفتار آریامهر رو با چریکای مسلح چپ، با حکومت آلمان و رفتاری که با بادر ماینهوف و اینا که مشابه همینا بودن انجام داد، اصلا این حرفا شوخیه. ولی به هر حال ما نزدیک 40 دقیقه این صحبت رو میکنن که آریامهر دیکتاتور بود. همه حرفا که زده میشه، همه استدلالها که آورده میشه، آخرش میگن که چرا 57 سرکوب نکرد و رفت. یعنی قشنگ جالبه، کسی که داره 40 دقیقه میگه بهش دیکتاتور، بعد میگه چرا در 57 نکشت و رفت. بماند این بحث جدای. من امیدوارم افتخاری رو داشته باشم که یک بار بیام اصلا اختصاصی با حضرت عالی برنامه مختصی بسازیم درباره بررسی تمام دوران شاهنشاه آریان. اما ما در آستانه 17 دی ماه هستیم و
میتونم بگم بزرگترین روزی بود 17 دی ماه در تاریخ ما از پسا اسلام حداقل، که بدون تعارف زن ایرانی وارد دنیای متمدن شد. یعنی زن ایرانی که تا پیش از این تاریخ در اسنادی که ما میبینیم فقط برای سرشماری تعداد جمعیت، برای در نظر گرفتن میزان غلات و نمیدونم حبوبات و نمیدونم جو و برنج و اینای کشور در نظر گرفته میشد، وجودش در نظر گرفته میشد، در 17 دی ماه واقعیت اینه که تمام این دوران ارتجاع یک شبه شکسته شد. وقتی خود رضا شاه بزرگ رو ما میخونیم در موردشون، میدونیم که رضا شاه فرد متعصبی بود، شخصا آدم غیرتی بود، و اون لحظه‌ای که همسرشون و دخترانشون رو بدون حجاب، بدون روبند و اون پوشیه در ملأ عام آوردن، حتی نوشته شده که میلرزید. یعنی اینقدر، ولی به خاطر ایران این کار رو انجام داد. من بی اندازه خوشحالم زنانی را در اینجا میبینم که در نتیجه تحصیل و آموختن دانش آمدند وضع و موقعیت حقیقی خود را ببینند و منافع خودشان را بفهمند. زنان کشور ما به علت کنار ماندن از جامعه قادر نبودند استعداد و لیاقت ذاتی خود را نشان دهند. در حقیقت من باید بگویم آنها قادر نبودند وظیفه ای را که نسبت به کشور محبوبشان بر عهده داشتند را انجام دهند و با خدمت و صمیمیت خود را آنطوری که باید و شاید بشناسانند. اما در حال حاضر علاوه بر حق شخصی مادری می توانند از حقوق و مزایای دیگر اجتماعی بهره‌مند گردند. ما باید تصور کنیم که ممکن است نیمی از افراد ملت را به حساب نیاوریم، و یا به عبارت دیگر نباید این نیت را داشته باشیم که نیمی از قوه عامله مملکت بیکار و عاطل و باطل بماند. تا کنون آماری از زنها بر نداشتند. مثل این است که زنان جامعه جداگانه هستند و نباید آنان را جزو جامعه ایران محسوب داشت. خیلی جای تأسف است که فقط در یک موقع زنان را سرشماری می کردن. آن هم وقتی بود که خاروبار کم آمد و زنها را سرشماری کردند تا خوراکشان را تهیه و تأمین کنند. من نمی خواهم در این باره تأثیرات خود را ابراز کنم. من نمی خواهم اقداماتی را که به عمل آمده و ترقیاتی را که انجام یافته ذکر کنم. من نمی خواهم در مقام مقایسه برآمده و فرقی میان امروز و زمان گذشته قائل شوم. اما شما زنها باید این روز را که روز سعادت و موفقیت شماست روز بزرگی بدانید و از فرصتی که به دست آورده اید برای خدمت به کشور خود از آن استفاده کنید. به عقیده من ما باید آنچه می توانیم برای سعادت و ترقی کشورمان کار کنیم و استعداد خودمان را برای موفقیت در انجام خدمت به این ملت به کار بریم. ما باید در تعلیم و تربیت افراد ملت کوشا باشیم، گرچه تعلیم و تربیت در اثر مسایه کارمندان دولت رو به ترقی است، ولی هیچ کس نباید از این حقیقت غافل بماند که ملت کار و قدرت می خواهد و هر کسی باید نهایت سعی و کوشش خود را به کار برد و برای سعادت و آسایش مردم بهتر و سخت‌تر کار کند. شما خواهران و دختران من، حالا که وارد اجتماع شدید و برای سعادت خود و میهنتان گام به پیش نهاده اید، باید پیوسته در راه پیشرفت وطن تلاش کنید. چه سعادت کشور و آینده ملت در دست شماست، زیرا که شما مربیان فرزندان این مملکت هستید و شمایید که باید نسل آینده این آب و خاک را تربیت کنید. شما خواهید توانست که آموزگاران خوبی باشید و برای ما هم‌میهنان خوب تربیت کنید. من از شما زنان تحصیل کرده و تربیت شده که از حقوق و منافع خودتان آگاهید و در راه انجام وظایف خود نسبت به کشورتان گام برداشته اید، انتظار دارم به زندگی کنونی خرسند باشید و در حدود توانایی خودتان کار کنید. در زندگی روزانه خیش صرفه‌جو و مقتصد باشید و از اسراف و خرچهای تجملی خودداری نمایید.
یه سری مسائل رو عنوان میکنن، مثلا میگن که ببینید این به نظر من خیلی بچگانه است. مثلا عنوان میکنن میگن که رضا شاه بزرگ خب اون زمان گفتش که حجاب نباید باشه، این یه نوع اجبار بود. الان هم جمهوری اسلامی میگه که حجاب باید باشه. این دوتا رو میخوان مقایسه کنن. به نظر من اصلا این مقایسه ها غلطه. من قبل از اینکه نظر خودم بدم میخوام نظر شما رو درباره 17 دی و کشف حجاب از قول یک بانوی جوان به روز متمدن ایرانی بشنوم. نه واقعا برای اینکه نماینده ای هستید از دختران امروز ایران دیگه، نمیگه کسی نیستید که فردی باشه که مثلا بخوایم مثلا بهش بگیم که آدم فریخته نیست، آدم نمیدونم گول مدیا رو میخواد بخوره، گول پروپاگاندا رو خورده. نه، شما به عنوان یک دختر جوان امروزی نظرتون رو میخوام بدونم در مورد کشف حجاب رضا شاه بزرگ. خیلی خلاصه بخوام بگم، میگم رضا شاه زنان ایرانی رو از تو پستو کشید بیرون. این خلاصه ترین جمله است. قبلش بذارید یه مثال بزنم. باشم وقت پیش دختری بود به اسم رومینا که در وسط پدرش کشته شد به خاطر مسائل ناموسی که خیلی سر و صدا کرد. قتل ناموسی همه جای دنیا وجود داره، اما چرا این مسئله انقدر سر و صدا کردش؟ هم ایران وجود داره، هم اروپا وجود داره، هم آسیا، آمریکا. به خاطر اینکه قانون پشت کسی که مورد ظلم قرار گرفته نبود و حامی ظالم بود. نکته در اینه. مسئله کشف حجاب هم دقیقا همین بوده. زنان نمیتونستن تصمیم بگیرن و اگر تصمیم میگرفتن قانون حامیشون نبود. روز 17 دی قانونی تصویب شد به خواست رضا شاه، یعنی پروسه شروع شد که اگر زنان خواستن برخلاف میل خانواده، اقوام و کسایی که دور و برشون هستن کاری انجام بدن، قانون حامیشون باشه و پشتیبانشون باشه. در واقع یه جوری میتونم بگم که حکومت قانون خیلی محکم توی کشور داشت پیاده میشد. از حکومت قانون اسم میبرم به خاطر اینکه زنها بخوان روبنده نداشته باشن و بیان تو جامعه خواست قلبی خیلی از زنها بود، ولی پشتوانه ای نداشتن. خیلی هاشون نگران پدرشون بودن، برادرشون، همسرشون، ولی رضا شاه با این کار گفت حتی اگر دوروبری شما بخوان شما رو تهدید بکنن و مشکلی ایجاد بکنن، قانون و دولت حامی شما خواهد بود. و چقدر قضیه رو دقیقا برعکس نشون دادن. یعنی باز هم پروپاگاند نه فقط در زمان جمهوری اسلامی، قبل از اون اومد ماجرا رو یه جور دیگه نشون داد که رضا شاه اومد ظلم بکنه، زور گفت، نه حق انتخاب داد که شما میتونید انتخاب کنید. بستر کسی حجاب رو نکشید. فقط روبنده‌ای که باعث میشد زنان مثلا هویتش رو شناخته شه، چون همیشه روبنده جای بحث داشته که در پشت روبنده خیلی امکان خلاف‌های سنگین وجود داشت و ابرو سرشون برمی‌داشت. وگرنه هیچ اجباری از اون جهت در کار نبود که بخواد کسی مجبور به یک سبک زندگی خاصی بکنه. اما واقعا چرا این اتفاق افتاد؟ تصمیم شخص خاص رضا شاه بود؟ نه طبعا. ما جنبش مشروطه رو تو ایران داریم، بزرگترین جنبش تاریخ معاصر ایران، که یکی از اهداف اصلیش این بود که زنها بتونن وارد جامعه بشن. خب از در دوران قاجار شروع شده بود، ادامه داشت و رضا شاه متوجه شده بود تا زمانی که پادشاه‌های قاجار وجود دارن این جنبش مشروطه به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسه. و بعد از اون، بعد از برکنار شدن پادشاهان قاجار و اومدن رضا شاه، شروع کرد اهداف مشروطه رو دونه دونه دنبال کردن، ساختن حکومت مرکزی قوی، ارتش و ورود زنان به اجتماع و امنیت و ساخت و ایجاد یک مفهوم دولت ملت یک پارچه. همه اینا خواسته مشروطه بود و
من 3-4 موردشون رو اشاره کردم، وگرنه مواردی که خواستشون بود زیاد بود. و زنان ایران از همون دوران مشروطه تلاش میکردن راهی پیدا کنن که وارد جامعه بشن، نه با برداشتن حجاب، ولی همیشه به بنبست میخوردن. رضا شاه در 17 دی اعلام کرد که شما میتونید وارد جامعه بشید و من حامیتون هستم. من یعنی نمادی از دولت، نمادی از حاکمیت، حامی شما هستش. و در واقع یک حرکت بود در مسیر پیشبرد مشروطه، خواست مشروطه، خواست مردم ایران. و خب باز هم متاسفانه با گفتن این کاری که اجبار بده، چه بذاری سرش چه برداری، این جمله من خیلی والور جست و والور روشنفکری بانوی عزیز. ببینید اینا همش شوره واقعا، چون منطقی پشتش نیست. شوره یه حرف پرشوریه که یک شعاره. ببینید الان ما جلوی چشممون داریم افغانستان رو میبینیم. ببینید در جامعه ای که یک زنی، یک بانوی اگر روبنده نداشته باشه، عرف اجتماع نگاه روسبی داره بهش، حتی اگه روبنده نداشته باشه، شما در اون جامعه بیایید بگید آزادی، هر کاری دلتون میخواد بکنید، روبنده میخواد بذارید، میخواد نذارید. اتفاقی که در افغانستان غیر از دو شهر در طی 20 سال حکومتی که طالبان نبود، برقه بر جا موند و الان هم دوباره همون تهجر موند. زنان به هیچ وجه به قدرت، یعنی اصلا زنان وارد عرصه اجتماع نشدن مثل زمان رضا شاه بزرگ. یعنی واقعا اینا شوخی میفرمایند، این حرفایی که میزنن. آدم منطقی هیچ وقت این صحبت ها رو نمیکنه. اگر در خصوص رضا شاه صحبتی دارید مطرح کنید، چون من بعدش میخوام این قضیه رو ادامه بدم در خصوص شعار زن زندگی آزادی و دوران پهلوی دوم. اگر اینو میخواد ادامه بدید مطرح کنید، اگر نه من سوالم بپرسم. در مورد رضا شاه روحت شد، درود بهتون. و من فکر میکنم که این رو فقط تو پرانتز بگم، من فکر میکنم انقلابی که یکی از عنصرهای اصلیش بحث آزادی زنان هست، بحث مدرنیسم هست، وقتی یه تاریخهای دیگه رو به عنوان فراخوان تا به حال عنوان کردن، به نظر من خیلی بیمعنیه که 17 دی به عنوان بزرگترین فراخوان نباشه در این انقلاب، مگر اینکه واقعا نیت خاصی داشته باشن کسانی که فراخوان ها رو پروموت میکنن. مسئله دیگه این که بانوی عزیز، ببینید من باز به همون ماجرای افغانستان به عنوان مثال باز میگردم. در کشوری که زیرساخت مدنی نداشت، زیرساخت اجتماعی نداشت، زیرساخت فرهنگی نداشت، یک دفعه یک دموکراسی بازی تحمیلی رو از بیرون بیارن روش سوار کنن، میشه لوی جورگه و اتفاقاتی که در افغانستان افتاد. در دوران پهلوی ها 3 اصل بزرگی که پیش نیاز رسیدن به دموکراسی به وجود اومد. یکی بحث سواد حداقلی جامعه، بحث رفاه حداقلی جامعه و بحث اکثریت طبقه متوسط شدن جامعه، که اینا پیش نیاز دموکراسی. در این مسیر در دوران رضا شاه بزرگ اون حرکت بزرگ برای حقوق زنان انجام گرفت. در دوران شاهنشاه آریامهر این قضیه دنبال شد، تثبیت شد و ما حقوقی رو دیدیم که به زنان ایرانی بخشیده شد که زنان در کشورهای متمدن غرب دهه ها براش جنگیدن، مثل حق رأی زنان، مثل قانون حمایت از خانواده که شامل موارد مختلفی بود، مثل حق حضانت از فرزند برابر، حق طلاق برابر، حق ارث و دیه برابر و مسائل مختلف. همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ
و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند و حتی آنها را در زمره افراد مهجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت محروم می بودن. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید، به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را
برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود. ما پیش از سوئیس حق رأی به زنانمون داده شد در زمان شاهنشاه آریامه. و نکته جالب اینه که بدون استثناء حضرات چپ، من اصلا میتونم مثال بیارم، سعید سلطانپور در سال 42 همزمان با خمینی به عنوان یک فعال چپ شعر سرود در مخالفت با حق رأی دادن به زنان. اگر نفوذ روحانی این باشد نمیگذارد که دخترهای معصوم مردم زیر دست جوانها در مدارس باشد. اگر نفوذ روحانی این باشد توی دهن این دولت میزنند، توی دهن این مجلس میزنند، وکلا را از مجلس بیرون میکنند. و آقای مهدی بازرگان در واکنش به اعطای حق رأی عین این جمله‌ای رو مطرح می‌کنم که عنوان کرده. عنوان کرده خیلی مضحک است که بخواهند به خانم‌ها حق رأی انتخاب نمایندگان ایالتی و ولایتی و بعد مجلس شورای ملی را بدهند. این عین عبارت مهدی بازرگانه. و جالبه که باز همین جریانات ارتجاع سرخ و سیاه اومدن در سال 57 بر علیه همون آزادی هایی که و حقوقی که پهلوی ها در سینی طلا تقدیم زنان ایرانی کردن، بر علیه اون در همراهی با کسی که همه می دونستن نخستین مخالفتش با پهلوی بحث اعطای حقوق زنان و حق رأی به زنان بود، یعنی خمینی ملعون، در مقابله به اون روسری سر کردن، چادر سر کردن، بعضا روشنفکران چپ این کار رو انجام دادن و این رو به عنوان مبارزه با پهلوی عنوان کردن. و امروز برخی ها طوری رفتار میکنن که زن زندگی آزادی اون چیزیست که اینها کشف کردن. نمیشه تاریخو تغییر داد. The chador was basically a symbol for anti-Shah protest, which was used by a lot of... Vor und während der Revolution war der Chador hauptsächlich ein Symbol des Protestes gegen den Schah. Deshalb trugen ihn viele Frauen. Später erhielten Chador und Kopftuch noch eine zusätzliche Bedeutung. Die Frauen, die sie trugen, wollten so ihre Ablehnung der imperialistischen Werte kundtun, jener bürgerlichen Werte, die ihnen aufgezwungen worden waren und die Frau zum Konsumobjekt machen. Consumption, an object for a beauty. کسانی که به زن ایرانی در تاریخ معاصر انواع اقسام حقوق بخشیدن، از وارد اجتماعش کردن و بعد به صورت قانونی این رو تثبیت کردن و پیش بردن، پهلوی اول و پهلوی دوم بودند و کسانی مثل شاهدخت اشرف پهلوی که برای حقوق زنان بسیار زحمت کشید. والا حضرت، ممکن است از حضورتون تقاضا کنم مهمترین و درخشانترین موفقیت هایی رو که ضمن سالهای اخیر نصیب زنان ایران شده بیان بفرمایید؟ مهمترین موفقیت زنان ایرانی به دست آوردن حق رأی دادن و انتخاب شدن بود که 5 سال پیش به وسیله شاهنشاه رسما اعلان شد. و در انتخابات سال 42 6 نفر نماینده زن در مجلس شورای ملی و 2 نفر در سنا انتخاب شدند. اما این موفقیت به خودی خود هدف محسوب نمی شد و من همیشه توجه زنان ایرانی را چه به وسیله سازمان زنان و چه به وسیله مطبوعات به این موضوع جلب کردم که موفقیت فردی ایشان در این نیست که حتما وکیل یا سناتور یا وزیر یا مدیر کل بشن. این مقامات در دستش ایشان هست،
ولیکن زنها باید مثل مردها مدارج لازم رو طی بکنن و شایستگی خودشان را در کارها نشان بدهند. آیا به نظر والا حضرت قانون حمایت خانواده اخیراً به تصویب رسیده واقعا باعث استحکام و تقویت خانواده به عنوان یک واحد خواهد شد یا خیر؟ اگر برنامه ها اصول و قوانین چند سال اخیر ایران را در نظر بگیریم میبینیم که عمده سعی و کوشش متوجه آینده است. ساختن آینده خوب و حفظ این آینده خوب ایجاب میکند که بچه ها و جوانان در محیط خانوادگی محکم و مطمئن بار بیایند. چنین محیطی نمیتواند به وجود داشته باشد مگر اینکه همبستگی خانوادگی دور از هوا و هوس باشد. قوانین مربوط به حمایت خانواده عدم تعادل بین قدرت پدر و مادر را حذف کرده و در مقابل و به دنبال قوانین مربوط به تساوی حقوق زن و مرد عدالت کافی و بیشتری به ایشان اهدا کرده است که در نتیجه وحدت خانوادگی را مستحکم کرده است. ظاهراً قرار است به زودی گروه های سپاهیان دانش از زنان نیز تشکیل شود. در این صورت نقیان جدید با توجه به سپاهیان دانش متشکل از پسران جوان که در حال حاضر وجود دارد چگونه خواهد بود؟ بله، طرح قانونی مربوط به دختران که به زودی به مجلس خواهد رفت شاید از بی سابقه ترین تصمیمات باشد. این برنامه در نتیجه تجربه کافی از فعالیت های موفق سپاهیان دانش به وجود آمده است. به این معنی که تجربه نشان داد به علت سنن قدیمی جوانان سپاهی فقط با مردان می توانند تماس داشته باشند، حالان که زن ایرانی که نیمی از نیروی انسانی مملکت را تشکیل می دهد باید نه تنها باسواد بشود بلکه به نوع زندگی جدید و مسائل مربوط به بهداشت و فرهنگ آشنا گردد. در موقعیت فعلی چاره جز این نیست که زنان و به خصوص دخترهای جوان و تحصیل کرده این وظیفه ملی را به عهده بگیرند. نتایج حاصل از چنین کاری از یک طرف بیدار کردن حس هماهنگی در انجام وظایف ملی است در میان دختران دیپلمه و از طرف دیگر هوشیار ساختن زنان روستایی و شهرهای کوچک دورافتاده به وسیله دخترانی که از وسایل تحصیل جدید بهره مند هستند. این روزها به نظر میرسد که در همه جای جهان مد لباس خانم ها سریعا تغییر میکنه و مسئله کوتاه تر شدن دامن ها هم یک پدیده همه جاگیره. آیا والا حضرت پیروی از این مدها رو برای دختران و زنان ایرانی با توجه به اوضاع و احوال خاص ایران توصیه می‌فرمایند یا خیر؟ لباس به طور کلی مسئله نیست، فکر و طرز فکری است که به حساب میاد. مطابق محیط لباس نپوشیدن نشانه کوتاه فکری است و گمان نمی‌کنم که دامن کوتاه واقعا در ایران مد دامنه داری شده باشد. و آخرین سوال ما از والا حضرت درباره طرح‌ها و برنامه‌های احتمالی آینده برای شرکت دادن هرچه بیشتر زنان های اجتماعی است. آیا چنین برنامه‌ها و طرح‌هایی برای آینده وجود دارد و در صورت اول محتوی آنها چیست؟ بزرگترین آرزوی من این است که تا چند سال دیگر ایران همپایه پیشرفته‌ترین کشورها بشود و برای رسیدن به این آرزو همه ایرانیان بسیج شدند تا اصول 12 گانه انقلاب شاه و ملت اجرا گردد. وظیفه زنان ایرانی در این راه اگر بیشتر از وظیفه ملی مردان نباشد حتما کمتر نیست. من زیاده‌گویی کردم. نظر شما رو در خصوص ارتباط پهلوی اول و پهلوی دوم با شعار زن زندگی آزادی میخوام بدم. وقتی یه نفر یه شعاری میده چیزیه که میخواد و کمبودش رو احساس میکنه. اگر امروز مردم شعار زن زندگی آزادی میدن، چون زن تو خفقانه زندگی وجود نداره، به معنی واقعی ما مردم ایران زندگی ندارن و هیچ آزادی نیست و اینو فریاد میزنن و درخواست میکنن. پهلوی، حکومت پهلوی بدونی که مردم درخواست بکنن دقیقا این سه مورد رو به مردم داد. به زنان حقوق داد، حقوق برابر داد، زندگی، رفاه، منظور از زندگی رفاه و بالا بردن سبک زندگی رفاه مردم بود و آزادی اجتماعی، سیاسی، مدنی و ازشون گرفته شد. سال 57 تماما ازشون گرفته شد. مشکلی که اینجا وجود داره اینه که گاهی وقتا وقتی
بدون اینکه کسی چیزی بخواد بهش بدن قدرشو نمیدونه. مردم ایران برای به دست آوردنش اونقدر تلاش نکردن. اون نسل جوون انقلابی 57 میگم، شاید نسل قبلی که دیده بودن ویرانهای قاجار رو، نه، نتونستن قدرشو بدونن و وقتی از دستش دادن دوباره فهمیدن که چه بلایی سرمون اومد و این شعار رو دادن. بله، حکومت پهلوی دقیقا نماد زن زندگی آزادی بودش، چون میگم زن به خاطر اینکه زن اصلا حقوقی نداشتن تا قبل از دوران پهلوی. زن خونه اومد بیرون و زندگی، مردم ایران گرسنه، فقر، جنگ، همه اینا وجود داشتش. زندگی که داشتن، زندگی به مفهوم واقعی، در زمان پهلوی شروع به جریان داشتن، شروع کرد به جریان و آزادی. البته نمیتونم بگم آزادی 100%، به خاطر اینکه خب اون چیزی تعریف که ما الان از آزادی داریم با تعریفی که 40 سال پیش داشتیم فرق میکردش. ولی طبق خواسته های مردم اون زمان، آزادی که داده بود خیلی هم بیشتر بود. اینکه حالا مثلا یه عده اجازه ندادن به اینکه گروه های تروریستی فعالیت های تروریستی داشته باشن معنیش نبوده آزادی، اون خیلی دیگه قضیه فرق میکنه. ولی آزادی برای مردم اون زمان کاملا وجود داشتش. ولی خب بی‌انصافی وجود داره، همیشه بوده. کسانی هم هستن که امروز دارن در مورد این قضیه بی‌انصافی میکنن. ببینید بانو شریعت مداری، من یه نظر خودم میخوام مطرح کنم، بعد نظر شما رو درباره گفتار خودم ببینم. ببینید بحث حقوق زنان و حقوق اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و بحث روند رو به پیشرفت فوق‌العاده اقتصادی ایران، بحث روابط بین‌المللی، همه اینا که اینا حقوق بشره همشون. بعضیا فکر میکنن که زندگی خوب و رفاه و شادی و آزادی زنان و آزادی اجتماعی اینا انگار حقوق بشر نیست. همه اینا به یه کنار، یه بخش. مشخصا بحث آزادی سیاسی، ببینید دموکراسی یک چیزی نیست که با واکسن به یک جامعه تزریق بشه. اگه اینطوری بخواد تزریق بشه میشه لوی جورگه افغانستان. باید زیرساخت‌های جامعه ساخته شه، باید اون رفاه حداقلی، باید اون سواد حداقلی، باید اکثریت طبقه متوسط شهری، یا اصلا اینطوری بگم اکثریت طبقه متوسط به وجود بیاد. اینا زیرساخت‌های دموکراسیه. و این اتفاق، ببینید شما وقتی یک کودکی رو میخواد، مثلا فرض کنید یک خواهر یا برادر کوچیکتری دارید، آرزو دارید که مثلا ایشون پزشک شه، شما که نمیتونید در 7 سالگی این رو بذارید ترم اول پزشکی، باید اول بره مدرسه، این دوران فارغ التحصیلی رو طی کنه تا برسه به اون بحث پزشکی، آخرش اون مدرک رو بگیره. متاسفانه این روند بلوغ اجتماعی و روندی که به لیبرالیسم مورد خواست امروز حضرات هم میرسید رو همین عزیزانه شورشیان 57 عقیم کرد. یعنی یک کشوری که در مسیرش قطعه به یقین از سال 56 اصلا آزادی‌های سیاسی شروع شده بود و قطعه به یقین پیش از انقلاب، پیش از این دوران التهاب انقلابی، قطعه به یقین هم در دوران پهلوی سوم علاوه بر تمام نکاتی که داشتیم، لیبرالیسم 100% سیاسی هم زایده می‌شد در جامعه. اگر شاهنشاه مخالف، اگر آریامن مخالف همچین چیزی بود، هیچ وقت نمیرفت به زنان حق رأی بده، هیچ وقت نمیرفت دانشجوان رو بفرسته در تمام کشورهای مدرن جهان که با فرهنگ روز آشنا بشن، هیچ وقت نمیومد جامعه رو اینطور بکشه بالا که بعداً جامعه از خودش طلبکار بشه. به هر حال این مسئله پیش میومد. گروهی که این رو عقیم کردن، این روند دموکراسی رو از بین بردن، روند اون فارغ التحصیلی اجتماعی رو از بین بردن، همین کسانی بودن که در 57 این کارو کردن. و این که ببینید، این که یه نفر بگه من آزادی خواهم، آزادی قابل تفسیره. یک عده‌ای آزادی رو در الحاق و پیوستن ایران به اتحاد جماهیر شوروی میدونستن، اسمش رو میذاشتن آزادی.
که وضعیت اونجا مشخص بود دیگه لازم نیست همون رو صحبت کنیم. یک عده‌ای هم آزادی رو برقراری حکومت اسلامی میدونستن. همین الان شما با رهبر داعش هم صحبت کنی میگه من آزادی خواهم، آزادی یعنی برقراری خلافت اسلامی. در صورت که اون آزادی به معنی لیبرالیسم امروزی در ذهن افراد اینا دنبالش نبودن و دیدیم بعد از شورش 57 چه اتفاقاتی افتاد و مسائل بود. اگه در این مورد میخواد نظری دارید لطف کنید مطرح کنید تا سوال بعد. نه طبیعتاً همون چیزایی که شما گفتید و مسائل تروریستی هم میخواستم بگم. گروه های دیگه ای بودن که فعالیت های تروریستی آزادی میدونستن. بمب‌گذاری در این منطقه، حملات مسلحانه. میگفتن ما یک حزب سیاسی هستیم در صورتی که تو مانیفستشون حملات تروریستی و مبارزه وجود داشته. در صورتی که توی حزب سیاسی نباید همچین چیزی وجود داشته باشه. و وقتی به خاطر این اعمال زندان می افتادن می ما زندانی سیاسی هستیم. بله مشکل از تعریف آزادی بود. باید ازشون می پرسید که از آزادی چی می خواهی؟ فعالیت سیاسی، فضای باز سیاسی، همین رو باید بیشتر تعریف می شد و فقط تکرار نمی شد. ولی خب گاهی وقتا فکر می کنم که اونچنان که تبلیغات انجام می گره از سراسر دنیا برای این مفاهیم شاید جایی برای فکر کردن نذاشته بود برای یه عده از 57. مخالفین بنا به استبداد و حکومت مطلقه و عدم رعایت حقوق بشر متهم کردند. همه این اتهامات قابل بحث است. ولی قبل از بحث درباره آنها باید به این سوال پاسخ داد که آیا ما راه دیگری داشتیم؟ ایران با موقعیت خاص سیاسی و جغرافیای خود کشوری بود به اصطلاح در حال توسعه. تعداد نفوس کشور در سال 1347 27 میلیون نفر بود که در پایان سال 57 به 36 میلیون نفر رسید و در سال 70 به 50 میلیون تن بالغ خواهد شد. یعنی هر سال باید برای 1 میلیون نفر غذا و کار فراهم کرده. اگر بپذیریم که تنها راه تحقق یک دموکراسی راستین وجود یک اقتصاد سالم و تواناست، باید الزاماً قبول کنیم که کشورهای در حال توسعه ناگزیرند برای نیل به دموکراسی ابتدا همه نیروها و منابع و امکانات خود را برای ایجاد زیربنای اقتصادی لازم تجهیز نمایند. در روزگار ما استقلال سیاسی بدون یک اقتصاد توانا مفهومی ندارد. توسعه اقتصادی شرط لازم و واجب تحقق دموکراسی سیاسی و نیل به ترقی اجتماعی است. قدرت اقتصادی ضامن آزادی و حق حاکمیت ملت هاست. پس ناچار بودیم برای نیل به دموکراسی واقعی ابتدا به سازندگی اقتصاد ملی خود بپردازیم. کشورهای در حال توسعه بر سر دوراهی. کافی است نگاهی به نقشه جهان بیاندازیم تا دریابیم که تنها 25 کشور از 150 کشور جهان دارای حکومت دموکراسی به مفهوم غربی آن هستند. همه این کشورها چه آنها که دارای اقتصاد صنعتی پیشرفته هستند و چه آنها که کشاورزی مترقی دارند از یک سطح زندگی عالی برخوردارند. در اینجا به عمق مطلب و یکی از دلخراش‌ترین مسائل عصر حاضر می‌رسیم. کشورهای در حال توسعه در برابر یک دوراهی قرار دارند. یا باید برای همیشه در حال عقب افتادگی باقی بمانند یا به هر قیمت که هست علارغم دشواری‌ها، موانع، فقدان تجربه و نبود متخصصین به راه توسعه و پیشرفت قدم بگذارند. در این راه با مخالفت‌ها و سختگیری‌های کشورهای صنعتی مواجهند. زمان به زیان آنها کار می‌کند. فاصله غنی و فقیر روز به روز بیشتر می شود. ممالک پیشرفته امروز هنگامی که ترقی و توسعه خود را آغاز کردند با چنین مسائلی و موانعی روبرو نبودند. چنین رقیبان خطرناک و توانایی نداشتند و توانستند اقتصاد خود را توسعه بخشند و به یک نظام دموکراتیک نائل آیند. فراموش نکنیم که کشورهای پیشرفته امروزی غالبا با نهایت خشونت نسبت به ممالک عقب افتاده و سرزمین‌هایی که تا دیروز مستعمره بودند رفتار کردند. قسمت مهمی از ثروت کنونی کشورهای صنعتی از غارت کشورهای عقب افتاده به دست آمده است. تصویری کاذب و خونین از دموکراسی.
هنگامی که من اجرای برنامه ضربتی و همه جانبه خود را برای خروج ایران از تاریکی اعصار و قرون و جبران عقب افتادگی های چند صد ساله آغاز کردم، به خوبی می دانستم که کامیابی در این رهگذر مشروط به آماده سازی و تجهیز همه نیروهای ملی است. می دانستم که باید یک حالت بسیج دائم و آمادگی مستمر در کشور وجود داشته باشد تا بتوان در برابر عوامل مخرب و مخالف با پیشرفت، یعنی مرتجعین، بزرگ مالکان، کمونیست‌ها، محافظه‌کاران و همچنین تحریکات بین المللی ایستادگی کرد. می دانستم که بسیج کشور کار آسانی نیست و پایمردی و تلاش بسیار می خواهد. اگر می گذاشتم که خرابکاران هرچه می خواهند بکنند، مسلماً امکان توفیق به دست نمی آمد. و اگر دست روی دست می گذاشتم و از بیم دشواری‌ها کاری انجام نمی دادم، مسلماً ایران در عقب افتادگی و رکود باقی می ماند. و در این صورت حکومت دموکراتیک سراسر سرابی بیش نبود. فراموش نکنیم که دموکراسی اگر با گرسنگی، نادانی و ناتوانی و انحطاط مادی و معنوی مترادف و همراه باشد، مسلماً واقعیتی نخواهد داشت. پس ما ناگزیر بودیم که راه خود را انتخاب کنیم. انتخاب ما میان استبداد و حکومت مطلقه از یک سو و روش‌های انسانی و آزادمنشانه از سوی دیگر نبود. انتخاب ما در حقیقت میان اختشاش و هرج و مرج بی حاصل از یک طرف و حفظ مصالح واقعی میهن از طرف دیگر بود. اینا که به من میگن که آقا جان عهد رضا شاهو چه کرد و چه نکرد، اگه پدر بزرگ من امروز زنده بود و در شرایط امروزی با چه کاری انجام میداد، مسلما بدونید که 190 کاری که اون زمان مجبور بود انجام بده رو الان انجام نمیداد. ببینید، هر نسلی مواجه هست با یک چالش. عهد پدر بزرگم پایان دوره قاجار هرج و مرج بود. شیخ خزعل از اون برو، نمیدونم میرزا خوشیخان از اون برو، یعنی امنیت مسئله اصلی اون کشور بود و ثبات و امنیت، قدرت متمرکز یک جریانی رو باید فراهم میکرد. اون دوران امنیت دورانم کرد. دوران پدرم دوران ترقی، پیشرفت، مدرنیته، سازندگی، هر چه اسمش رو میخوام بذاریم بود که دیدیم. نسلی که میتونست بیاد، که در واقع نسل من اون زمان بود که بتونیم اون فاز لیبرالیسم سیاسی رو نهایتاً بهش برسیم، وقت نداد که بهش برسیم. داشتیم در اون مسیر پیش می‌رفتیم. نسل من که اولین نسل سوخته اون مملکت هست، فرصت این رو پیدا نکرد. خود پدرم میگفت، گفت مسلماً موقعی که نوبت پسرم بشه که به تاج سلطنت بکنه، روش کارش به کلی با روش کار من فرق خواهد داشت. این رو پیش‌بینی کرده بود و بارها اینو گفته. و حالا با تمام این تفاصیل، من خیلی دلم می‌خواد که یک بار با حضور حضرت عالی ما بیایم تمام پرونده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شاهنشاهی‌نامه رو کامل بررسی کنیم. این قول رو به من بدید که یک بار این برنامه رو داشته باشیم. ولی با تمام این تفاصیل الان یه مقدار بیایم به امروز. ببینید بانو شریعت مداری، یه مسائلی رو من میشنوم بعضی موقع عنوان میکنن که مثلا دموکراسی الزاماً یعنی جمهوری، و یا مثلا از ما یه چیزای خیلی ساده رو میپرسن، آیا شما میخواید حکومتتون سکولار باشه؟ آیا قرار مذهب رسمی در کشور باشه؟ یا مثلا میگن نظرتون درباره آزادی احزاب چیه؟ عزیزان، من نمیدونم این صحبت ها اصلا چه معنی داره. ما الگوی مناسب دموکراسی پادشاهی پارلمانی رو الان داریم در خیلی کشورها میبینیم، در سوئد داریم میبینیم، در انگلستان داریم میبینیم، در جاهای مختلف داریم میبینیم. زمان شاهنشاه آریامهر روند رشد مملکت به لحاظ مختلف دقیقا به سمتی بود که اگر میگذاشتید این ماجرا ادامه پیدا کنه، وضع ما امروز از سوئد و انگلستان هم بهتر، تعارفی در این مورد نداره. میخوام بدونم شما مشخصا از سیستم پادشاهی پارلمانی فردای ایران چیزی غیر از لیبرالیسم 100% به مفهوم دموکراسی 100% در ذهنتونه؟ چیزی غیر از این، یا چیزی غیر از حکومت سکولار در ذهنتونه؟ خب اصلا پرسیدن این سوال گاهی وقتا خیلی خنده داره از سمت دوستان که ما همه داریم برای دموکراسی می جنگیم، حداقل آزادی رو هی تکرار نمی کنیم، و اگر بگم مفهومتون از آزادی چیه، میگیم دموکراسی و و و، ولی دموکراسی در اولویت برامون، سکولاریسم در اولویت برامون. ولی خب یه لجبازی وجود داره اینجا، مشکل برمیگرده به اون لجبازی. شما ببینید، پادشاهی خواهی و مشروطه خواهی
اولین اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودن، اولین گروه، و از همون اول مخالفت کردن و تنها گروهی هستن که علنا اعلام کردن ما به رفراندوم بعد از سقوط جمهوری اسلامی باور داریم. رفراندوم که مردم شکل حکومت رو مشخص بکنن، جمهوری میخوان یا پادشاهی. یعنی این چیزیه که هر کی بپرسه میگه ما به این موضوع باور داریم، امیدواریم جمهوری اسلامی بره و بعد از شرایط گذار یک رفراندوم برگزار میشه. ولی دوستانی هستن که میگن نه، حکومت پادشاهی دموکراسی نداره و رفراندوم هم نمیخواه. خب شما که به دموکراسی باور دارید و به خاطر این پادشاهی رو نفی میکنید که دموکراسی نداره، چطور رفراندوم بعد از گذارم نفی میکنید؟ این حرفا خیلی با هم دیگه تضاد داره و اگر کم باشون بحث کنه خودشون هم متوجه این تضاد میشن. ولی بیشتر مشکل برمیگرد به لجبازی، وگرنه خب بازه و مشخصه. ما خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا رو میبینیم که حکومت پادشاهی دارن و خب اگر 99% دیکتاتوری های جهان هم جمهوری دارن و فقط الگوی دموکراسی نیست. ما بیاییم معیارهای دیگه مثل رفاه هم در نظر بگیریم، میبینیم کشورهای پادشاهی از رفاه بیشتری برخوردار هستن. با این وجود پادشاهی ها هم باور به یک رفراندوم دارن. البته این یه جور نگرانیه از طرف کسایی که مشکل با پادشاهی خواهی دارن، انگار خودشون میدونن که غالب مردم چی میخوان و به چی علاقه دارن و نگرانن، وگرنه کسی که به دموکراسی باور داشته باشه نباید بترسه. و این که ببینید عزیز، واقعا اون کسانی که ته دلشون میخوان حقیقت رو ببینن، من نمیدونم آیا ما شخصیتی دموکرات تر از شاهزاده رضا پهلوی الان داریم میبینیم مثلا در طی 40 سال فضای سیاسی؟ یه مسئله هم که شما عنوان کردید اینم خیلی دردناکه، من به عنوان دردده بهتون میگم. بعضی عنوان میکنن که ما اینو کسانی میگن که هیچ نقشی هم اتفاقا در انقلاب نداشتن، در همین انقلاب، یعنی نهایتا در فضای مجازی حمایت کردن، کف خیابان نرفت. میان می‌نویسن مثلا ما انقلاب نمی‌کنیم که پادشاهی برگرده و شما مثلا کجا بودید تا حالا این صحبت‌ها؟ اولا که ما داریم حمید رضا روحی رو می‌بینیم، جاوید نامان مجید رضا رهنورد رو می‌بینیم، حدیث نجفی رو می‌بینیم، نمی‌دونم آیلار حقی رو می‌بینیم، گرایشات سیاسی اینها داره مشخصه در هموطنان و خجالت آور کسی مجید رضا رهنورد رو ببینه و این حرف رو بزنه که اون همه هزینه داد. بعدش هم ببینید انقدری که پادشاهی خواهان در طی این 14 خون دادن از افسران دلاور ارتش شاهنشاهی را، از همون پشت بوم مدرسه رفاه تا قیام شاهروخی تا کسانی مثل جاوینا فریدون فرخزاد تا اینها، نمیدونم چطور شرم نمی کنن که اینو در نظر نمی گیرن. و در اون سالهایی که پادشاهی خواهان همگی با هم فریاد می زدن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، باید سرنگون بشه، این عزیزان با افتخار به دنبال رأی دادن به جمهوری اسلامی بودن، حالا به ما می خوان اشتاره درس بدن. اینا درد و دل خدمتون میگم، واقعیت هاییست. عزیز، انقلاب کنونی رو خیلی از افراد من جمله من یک درونش رو، ذاتش رو، بدنش رو 100% ملی میدونیم، کاملا ملی میدونیم. شعارهایی که در چهار گوشه این مملکت برای ایران عزیز داده شد، از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، از جوانرود تا تهران جانم فدای ایران، همین چند روز پیش گفته شد، در آذربایجان عزیزی که من خودم فرزندش هستم، همون اول این انقلاب شعاری که داده شد میکشم هر آن که خواهرم کشت، خواهر کردش. و ما دیدیم این مسئله، اون غلبه پرچم شیر و خورشید نشان ایران که حاصل تلاش گروهی تمام وطن پرستا بود، این رو دیدیم که تثبیت شد پرچم ملی شیر و خورشید نشان.
اما در لایه رویین این انقلاب یک رنگ فمینیسم افراطی، نئوفمینیستی و یک رنگ چپ و جهان وطنی سعی دارن در برخی رسانه‌های خاص و برخی افراد خاص اینا روی لایه این انقلاب بزن. نظر شما چیه در این مورد خاص و در خصوص همین انقلاب هموطنانمون، عزیزانمون در داخل و خارج کشور؟ امروز دیگه اینو قاطعانه میتونیم بگیم، شکافی وجود نداره. نظر شما در خصوص این انقلاب چیه؟ علاوه بر اون مسئله که مطرح کردم، من نقاط قوت و ضعفش رو چی میدونید؟ من کلا میگم این انقلاب، انقلاب ملی ایرانه، یعنی حتما کلمه ملی رو اسم میبرم، چون همونجور که خودتون گفتید رنگ ملی داره. انکار نمی کنم گروه های کوچکی که وجود دارن که ملی نیستن، تجزیه طلبای خجالتی تعداد وجود دارن ولی تعدادشون خیلی کمه، اصلاح طلبای حکومتی، کسایی که فقط میخوان یک نفعی ببرن و قدرت جا به جا بشه، البته خیلی هم تعدادشون زیاد نیست چون به این نشه رسیدن که جمهوری اسلامی به بنبست رسیده، ولی در کل همونطور که شما گفتید همه نشان ملی داره. از سال 95 که توی پاسارگاد پرچم شیر و خورشید رو چرخوندن، 96، 97، 98 همینطور اعتراضات، شعارها نشون میده که بیشتر مردم به سمت ملی گرایی پیش میرن. شعار نه غزه نه لبنان جان فدای ایران رو میدن که مخالف شعار چپ هاست، نه اینکه با مردم غزه و مردم لبنان مشکل داشته باشن. اون همه اینا رو میگن که جان فدای ایران، که خسته شدیم از اینکه امت اسلامی بودیم، ما میخوایم ملت ایران باشیم. حالا خمینی اومد اسلامی گفت امت، گروهی از چپ ها همچنان میخوان مردم رو توده ببینن ولی مردم ایران میگن ما ملت کبیریم، ایران پس میگیریم. میخوان نه توده باشن، میخوان نه امت باشن، میخوان ملت ایران باشن. ولی خب مدیاها واقعا یه سیاست جهانی وجود داره، دست چپ هاست، حرفای فمینیستی بیشتر خریدار داره، سیاست های هویت گرایانه بیشتر خریدار داره. ترجیح میدن که توی مصاحبه یه نفر بیاد بگه که دختری که کشته شد یک کرد بود، نه اینکه یک ایرانی بود و به خاطر قانون حجاب اجباری کشته شد. یک کرد رو کشتن به خاطری که همیشه به کردها ظلم میکنن. خب من انکار نمی کنم که به کردها خیلی ظلم شده، به بلوچها خیلی ظلم شده، این دو گروه مخصوصا به خاطر اینکه سنی مذهب هستن و در مرزم هستن، ولی نه به خاطر کرد بودنشون و به خاطر بلوچ بودنشون کشته نشدن، صرفا به خاطر اعتراض علیه جمهوری اسلامی که داشتن مشترک همه ماست کشته شدن. ولی خب رسانه ها حامیان مالیشون ترجیح میدن از این جریان حمایت بکنن. ولی خب با وجود اینکه شما دیدید حتی مثلا دایی خود مهسا، جاویدان مهسا، همون اول قضیه ایستاد محکم، برگشت گفتش که ما چیزی به نام قومیتی نداریم، همه ملت ایران خواهرشون رو از دست دادن، دخترشون رو از دست دادن، تأکید میکرد با یک خروشی که ما اصلا چنین چیزهایی رو نداریم. ولی متاسفانه میبینید دیگه، یعنی واقعا بعضی از این رسانه ها دیگه شده اصلا پایگاه، فقط بیان الفاظ اتنیک، حق تعیین سرنوشت اقوام، اصلا انگار نه انگار. یعنی از یه طرف دیگه این نئوفمینیستی که عنوان میکنم، ببینید بانوی عزیز، من فکر میکنم خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی اصلا از روز اول به خاطر بحث زیر پا گذاشته شدن حق زنان با جمهوری اسلامی مخالف شده. من خودم یادمه اولین بار در زندگی دلیل فکری مخالفتم با جمهوری اسلامی همین تبعیض در مورد زنان، خود شخص من. ولی ما میدونیم فمینیسم افراطی، نئوفمینیست داستانش متفاوته. اینا هم سعی کردن روی این قضیه مانور بدن و انقلاب فمینیستی اون رو کنن. تو فکر نمی‌کنی؟ ما وقتی بچه بودیم تو مدرسه هم دیگه ما رو جدا میکردن، مدرسه زنون، دخترونه، پسرونه، تا
تو اتوبوس از هم رو جدا میکردن تو ماشین. الان هم انقلاب اونم میخوان زنان و مردانه بکنن. واقعا خنده داره. تمام تلاش ما اینه که این پارگی از بین بره و دوباره یه ملت واحد بشیم. ولی یه همچنان سعی میکنن که بیان هی همه چی رو جدا بکنن. خب آره به زنها بیشتر ظلم شده. بیشتر ظلم شده. نه اینکه بگم به آقایون ظلم نشده. ولی عنوان کردن که این انقلاب یه انقلاب فمینیستی راه به جای نمیبره. شما ببینید پروپاگاند جمهوری اسلامی که آروم نمیشینه. چند وقت پیش خبری پخش شد تو کل دنیا که گشت ارشاد برداشته شد و مردم ایران انقلابشون به نتیجه رسید اعتراض داد. و تمام دنیا، مردم دنیا که حمایت میکردن، موشون رو قیچی میکردن، توی سوشال مدیا پیگیری میکردن، باور کردن. به خاطر که یه جوری بهشون فهمونده شده بود که یک مشکل اینه. گشت ارشاد دختری به خاطر حجاب کشت و حالا گشت ارشاد برداشته شده، مردم ایران به نتیجه رسیدن. و خب حمایت ها از اون موقع خیلی کمتر شد. هرچی هم ما بگیم نه این خبر دروغه، فایده ای نداره. به خاطر اینکه فضا طوری بود که این دروغ باورپذیر بود. و این مشکلات وجود داره توی پروسه انقلاب. به هر حال یه عده هستن که همیشه جریان رو به انحراف میبرن. کار ملیگرا وطن دوستان اینه که اجازه ندن از جریان از مسیر اصلی خارج بشه انقلاب. مسیر خودش رو بره. به هدف نهایی برسه. ولی همونجوری که میبینیم این گروه داره ضعیف و ضعیف در میشه. کسایی که هستن که پرچم ایران انکار میکردن. درست زمانی که مردم ایران داخل ایران ریسک میکردن و پرچم شیر خورشید رو میوردن خیابون. توی سوشال مدیا میگفتن که پرچم ایران رو تغییر بدیم. و بعد وقتی مورد اعتراض قرار میگرفتن میگفتن که بحث پرچم رو کی پیش کشید، نه که زمانش نیست. خب شما خودتون اولین نفر بودید که بحث رو پیش کشیدید. و حالا میبینیم همون افراد حامی و دنبالروی شاهزاده رضا پهلوی هستن. یعنی که حتی کسایی که مخالف به انقلاب ملی ایران باشن و بخوان اینو به شکلهای دیگه به انحراف ببرن، در نهایت میبینن که هر بیراهی به شکست منجر میشه. و اگر میخواید که آینده ایران در آینده ایران جایی داشته باشید و در کنار مردم ایران باشید، باید برگردید به این مسیر اصلی، به انقلاب ملی مردم ایران. و داره این اتفاق میافته. آنه عزیز، من یه سوالی ازتون بپرسم دیگه، خیلی هم وقتتون نمیگیرم، اذیتتون کردم، خستتون کردم. من یه اعتقادی دارم به یه قضیه. از روز اول این انقلاب سعی کردن دهان برخی ها رو بدوزن. من یادم موقعی که خاطرات دکتر صدیقی رو میخوندم که تنها کسیست در جبهه ملی که من براش احترام قائلم، حالا با احترام نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی براش واقعا احترام قائلم. دکتر صدیقی نوشته بود که من یک زمانی در دانشگاه درباره خمینی یک واقعیتای رو گفتم در اوج 57 و بعد از اون مجبور شدم برم خونه، از ترسم از خونه بیرون نمیومدم. یعنی دهانها رو دوختم در 57، گفتن الان وقتش نیست در مورد اینا صحبت نکنید، در مورد اینا روشنگری نکنید و اینا. اول این انقلابم که پیش اومد، هر کسی هر مسئله‌ای میگفت، هر حرفی میزد، به مایی که میخواستیم جلوی این انرافات و حرفای غلط بایستیم، مشخصا خود من، بلافاصله حمله میشد. آقا الان وقت این حرفا نیست، آقا تفرقه ننداز، الان وقت این صحبت ها نیست. من اعتقاد دارم اگر ایستادگی مجموعه ملی گرایان نبود، کار به جایی نمی رسید که اولا عناصر ملی یک پارچگی ایران بیاد و اینطوری تثبیت بشه، از اون طرف دیگه کسانی که راه های دیگه رو در پیش گرفته بودند تسلیم نمی شدن جلوی مسائل که واقعا غلط بود اون مسائل، و امروز بیان و مثلا با شاهزاده هم مقدار حرکت هماهنگ انجام بدن. من اعتقاد دارم که در یک به خصوص انقلاب، حالا جالبه ما تجربه ماجرای خمینی هم داشتیم، ملتی نبودیم که این تجربه رو نداشته باشیم، باید حرف زد، باید روشنگری کرد، با
باید بی‌رحمانه نقد کرد. من و به محض اینکه این اتفاقات میفته جلوی ما میستن میگن نه الان وقت نیست، الان این صحبت‌ها رو نکنید. همونطوری که در مقابل کسانی که خمینی رو داشتن حقیقت شو آشکار میکردن گفتن مثلا الان صحبت نکن. جالبه مثلا اون زمان میگفتن که ملت این فلان کتاب رو نوشته ها، این که فلان حرفا رو در سال 42 زده ها، میگفتن نه الان وقتش نیست الان صحبت نکن. اینو میخواستم نظرتون رو بدونم، این آیا شما مخالفی با این آشکار روشنگری ها، با این ایستادن روی اصول، یا اینکه یه نظر خاصی در این مورد داری؟ ایرانی که امروز به دست ما رسیده با خون افراد ملی‌گرا پایدار مونده، وگرنه ایرانی دیگه در کار نبود. با حکومت ملی‌گرا در طول تاریخ بوده که الان ما یه ایرانی داریم با وجود جمهوری اسلامی. بله شما درست گفتید، همیشه ملی‌گرا مقابل جریان انحرافی ایستادن و امروز هم می‌بینیم بله تا صحبتی می‌کنیم و انتقادی می‌کنیم با جریان با صحبت اینکه اتحاد به هم نزن سعی می‌کنن ساکت می‌کنن، در صورتی که برگ برنده ما تو این انقلاب آگاهی و شجاعت مردم. شجاعت تنهایی کافی نیستش، شجاعت بدون آگاهی به بیراهه میره. باید مردم آگاه باشن. جمهوری اسلامی پول داره، قدرت داره، مسلحه و جلوی مردم ایستاده. خیلی از قدرت‌های جهانی هستن که مردم همراهی نمی‌کنن. پس چجوری مردم میتونن اینو شکست بدن؟ با شجاعت و آگاهی. عنصر شجاعت وجود داره. چند نفر کشته شدن تا الان و جمهوری اسلامی میاد نمیتونه جلوی شجاعت مردم رو بگیره، چون اگر بیاد بیشتر از این شلیک بکنه بشه خودش تو جامعه بین المللی بدتر میشه و دیگه کسایی هستن حامیاش نمیتونن اونچنان که باید ازش حمایت بکنن. پس میاد روی عنصر دوم سرمایه گذاری میکنه، قسمت آگاهی مردم، و بخواد جریان آگاهی رسانی رو به انحراف ببره. و ما باید محکم بایستیم، با کسی دعوا نداریم، بحث و جدلی نداریم، فقط صحبت میکنیم و میگیم حقایق. و جالبه ما همیشه واکنش نشون دادیم، کنش از ما نبوده. من سر فراخوان برلین مثلا با آقای ایکس مشکلی نداشتیم، ما اصلا داشتیم، ما همه حمایت کردیم، کلیپ ساختیم، این مردم بپیوندید، همه رفت. چه کسی اومد گفتش که نمیدونم مثلا پرچم شیروخورشید نباید باشه؟ چه کسی گفتش که بین اون 80% جمعیت اومد مثلا به تجزیه طلب رسمی، کسی که برگشته توییت زده میگه تجزیه از رگ گردن به ایران نزدیکتر است، به اون تریبون داده و به نماینده 80% تریبون نداده. نه آدم مسئله مختلف، ما همیشه واکنش نشون داده ما رو شاید نداره، کنش از ما نبوده. این هم میخواستم بگم. بله پادشاه خان همیشه صبور بودن، برخلاف این که دارن یه جوری وانمود میکنن که پادشاه خان فحاشن تو توییتر تو فضای مجازی، صبور بودن و تا جایی که میشده صبر کردن. ولی خب یه جایی میشه، یه سری اصولیه که نمیشه از دست گذشت. تمامیت ارزه چیزی نیست که ما بخوایم ازش بگذریم و پرچم کشورمون که حالا و حق رفراندوم، رفراندوم بعد از دوران گذار توی شرایطی که مردم بتونن واقعا مشخص بکنن چه شکل سیاسی میخوان. اینا یه اصوله، نمیشه بدون اصول مبارزه کرد، بعد رفت جلو. بعد یه چارچوبی براش وجود داشته باشه. سکولاریسم همینطور. برابری همینطور. وقتی میگیم برابری یعنی که هر فردی هر جای کشور باشه، هر فرد دیگه برابره. زن باشه، مرد باشه، مال هر قومی باشه، زبون مادریش هر چی باشه. خب کسی که این اصول رو نفی میکنه ما باید چیکار بکنیم در برابرش؟ این داره یه جریان انقلاب رو به انحراف میبره، طول عمر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، بهونه دست جمهوری اسلامی برای سرکوب میده.
وقتی تمامیت ارضی رو زیر سوال میبرید، جمهوری اسلامی بهونه پیدا میکنه برای بیشتر کشتن. و قشر خاکستری نمیپیوندن بانوی عزیز، ببخشید میونه کلامتون. الان وقتی یک تلویزیونی که مرجع شده برای خیلی از ایرانی ها و پربازدیدترین تلویزیون وابسته به یک دولت خاص هم هست، وقتی هر روز داره افراد قومگرای خطرناک رو میاره، قشر خاکستری هم نمیپیونده به انقلاب. اینا واقعا آفت، اینا مشکل. ما یه حرفا رو میزنیم بعضا میگن نه نگاه کن مثلا این داره با جمهوری اسلامی مبارزه میکنه. بله دیگه مشکل وجود داره، چون وقتی میبینن که مردم ایران دنبال تجزیه ایران نیستن، قومگرا به اون معنی که یه سری افراد بخوان یه حقوق ضایع شده رو به دست بیارن، بحثش خیلی فرق کنه، اون چیزیه که ما هم باهاش موافقیم. ولی اون قومگرایی که زیر پوشش قومگرایی میاد حاکمیت ملی رو بخواد زیر سوال ببره، اون مخاطبی که تلویزیون رو میبینه متوجه میشه و وقتی فکر میکنه که با وجود این افراد این انقلاب ممکنه آینده روشنی نداشته باشه، میترسه که به پیونده. یعنی دارن چشم انداز رو به هم میزنن و مخدوش میکنن. البته میگم تعدادشون خیلی کمه این افرادی که میگن، چون دیگه مشخص شده برای مردم که هر کس کجا ایستاده، خط کشتی ها دیگه واضح و مشخص شده و اگر افرادی هستن دارن سریع‌تر تصمیم میگیرن برای فردا. شاید یکی از دلایل دیگه که مردم نمیپیوندن سرکوب خیلی شدیده که با اینکه نیروهای مسلح ریزش داشته باشن و مردم احساس کنن که سرکوب ممکنه کمتر بشه و نیروهای مسلح به مردم بپیوندن، همون قشر خاکستری هم دوباره میان همراه مردم میشه. و اینکه رهبریت به نظر من باید شکل داده بشه، برای اینکه رهبریت میتونه فردای براندازی رو برای کسانی که نگرانن ترسیم کنه، میتونه با نیروهای مسلح وارد مذاکره بشه. و من در این راستای رهبریت یک سه عبارتی دارم، این به عنوان آخرین جملاتم در این برنامه. من این سه عبارت رو میخوام نظرتون رو بدونم. سه عبارت این هست که در خارج آنهایی که دلسوزند روی شاهزاده رضا پهلوی اجماع کنند، در داخل نامش را در خیابان فریاد بزنند، نوع نظام در رفراندوم مشخص خواهد شد. چون به نظر من باید این بحث رهبری پیش بیاد و اعتقاد دارم شاهزاده رضا پهلوی در جو کنونی نمیتونه اقدام رادیکال انفرادی بکنه. باید این پشتوانه از طریق شعارهای مردم در کف خیابان بهشون داده بشه. چون واقعا ما داریم میبینیم که از اول این انقلاب جریان‌های مختلف، رسانه‌های جرنستی، دولت‌های خارجی بعضن که پشت این رسانه‌ها هستن، مجموعه پهلوی ستیزان، مجموعه پنجاه‌افتی ها، اینها سعی کردن شاهزاده رو کمرنگ کنن، پهلوی رو کمرنگ کنن و ایشون اگر اقدام رادیکالی بکنه، اگر پشتوانه شعارهای مردم نباشه بچه نمیده. شما با این سه عبارت من موافقی در آخر برنامه؟ صد البته. فرض کنید که مردم دنیا که صدای انقلاب ملی ایران رو شنیدن میخوان به ایران کمک کنن، اولین چیزی که سوالی که برایشون پیش میاد اینه که خب ما چجوری میتونیم کمک بکنیم؟ یه بخشش که اخراج سفرهای از سیاست مدارشون میخوان که مذاکره کنن با اپوزیسیون، بعد دنبال اینن که اپوزیسیون کیه، ما با کی مذاکره بکنیم. من از کسایی که این برنامه رو میبینم، مردم ایران با هر گرایشی که هستن، میگم تصور کنید که یک نفر غیر ایرانی میگه که ما میخوایم با اپوزیسیون با یک نفر ایرانی که مخالف حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی مذاکره بکنم، صحبت بکنیم. شما چه شخصی رو امین خودتون میدونید؟ کسی میدونید که منافع ملی رو حفظ میکنه، منافع ملی کشور رو حفظ میکنه، با تدبیر صبور باهوش و این ویژگی ها رو داره؟ خودتون چه کسی منافع؟ و 40 سال چپ و راست و بالا و پایین فضای سیاسی ایران رو میشناسه و در کافی بزرگ شده که بزرگترین رهبران چهار رفت آمد میکرد، اصلا در این فضای سیاسی بزرگ شده. کسی نیست که قبلا یک مثلا مشغولیت دیگه ای داشته، الان تازه به این انقلاب پیوسته، یک چون کمتر از یک ساله. بله میفهم. در یک جمله
به چه کسی اعتماد دارید که نماینده شما باشه اگه بحث لجبازی بذارید کنار، و اگر ما معطل کنیم، یعنی این نماینده‌ای که دنیا دنبالشه معرفی نکنیم، یا گروه های دیگه نماینده‌ای که شاید خوشایند ما نیستن غالب میکنن به دنیا، یا مردم دنیا خسته میشن و میرن کنار. هر چه سریعتر باید مردم تصمیم، شاید داخل ایران یه سری محدودیت ها وجود داره سخت‌تر بتونن عکس بگیرن یا اسم ببرن، ولی مردم خارج از کشور چی؟ من اعتقاد دارم که اگر در هر اعتراضاتی که در ایران هم شکل میگیره باید نام شاهز. ببینید یه موقع یه چیزی هست، بعضی ها عنوان میکنن شما در خارج نشستی صحبت ها میکنی، اولا هم من هم شما و اکثر عمرمون رو ایران بودیم، کسی نیستیم که تمام مثلا چند دهه باشه خارج از کشور باشیم، ولی من واقعا نظرمو میگم، یه چیزی که بهش اعتقاد دارم باید بگم، باید در خیابان‌های ایران نام شاهزاده در اعتراضات صدا زده بشه. من اینو اعتقاد دارم واقعا، یعنی چاره‌ای نمیبینم غیر از این. حالا خارج که جای خود 100% خارج کاملا بود. متأسفانه گروهی از دوستان هستن که اهمیت این موضوع رو نمیدونن، میگن حالا بعداً در این مورد صحبت میکنیم، فعلا جمهوری اسلامی بره. میگم اتفاقا دقیقاً چون جمهوری اسلامی باید بره و ما میخوایم بره، توی پروسه رفتن دنیا باید مذاکره کنه و الان زمان تصمیم گیریه. اصلا قشر خاکستری باید بپیونده یه درصد لازمیش که جمهوری اسلامی بره، و یکی از دلایلی که این قشر خاکستری بخواد بپیونده اینه که باید نسبت به فردای براندازی یک تصویرسازی حداقل تا روز رفراندوم داشته باشه، نگرانی از آنارشی نداشته باشه، مسائل مختلف باشه. خب اینا رهبریت احتیاج داره. چطور شما میگید حالا بگذارید؟ اینا حرف دیگه. ببینید حالا بذاریم اینا برن بعدش، خب نمیشه، اینا نمیرن تا این مسئله مرحله پیش. سپاسگزارم، خیلی ازتون سپاسگزارم. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتون هستم. ببخشید من میان کلامتون یک جای ورود کردم، زیاده گویی کردم، عذر منو بپذیرید. واقعا عذر میخوام ازتون، قصد بی احترامی بی ادبی یا این مسئله نبود. بفهم خواهش میکنم. بازم ممنون از دعوتتون، امیدوارم سال دیگه هیپ دعوت دی تو ایران باشی. بی نهایت سپاسگزارم. پاینده و پیروز باشید. پاینده با ایران. برقرار با درخش سرنگ شیر و خورشید نشان. جاوید شاه به درود. تا بعد. سپاسگزارم. ایران جاوید شاه. کمی بین شما به خاطر دارم که وضع نه فقط زن، بلکه وضع زن و مرد و مملکت ایران قبل از سنه 1299 شمسی چه بود؟ آنهایی که به یاد دارند می دانند که این مملکت به جز اسمی چیزی از آن باقی نمانده بود. این ننگ زائل شد. نصف جمعیت مملکت ایران مثل دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد، مسئولیت ها را قبول کرد. شاید خودش کاری در این راه انجام نداد، ولی شرافتمندانه مسئولیت ها را قبول کرد، برای اینکه تمام زنهایی که ما در کارهای مسئولیت دار میبینیم اون کارشان را با شرافت و نزاکت و انضباط انجام میدهند. البته دشمنهای قسم خورده ایران، اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، میدارد که جمعیت مملکت نصف شود، و نصفی که نه فقط به درد نخورد بلکه انگل اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشون خاک مرده بپاشند. باز دیدیم که آزادی های بیشتر و روزافزونتری که ما دادیم بیش از پیش باز اون اتحاد نامقدس بین سرخ و سیاه چه در داخل ایران و چه در خارج ایران را
روشن کرد. ایران با پایداری فرد اهالی آن به سوی تمدن بزرگ پیش خواهد رفت